سلام و تسلیت عرض می‌کنم. سختی‌ها و مشکلاتی که آن امام بزرگوار در طول زندگی خود کشیدن برای همه می‌تواند نمونه بارزی از درس صبر، استقامت و مبارزه باشد. امام موسی کاظم علیه السلام نشان دادند که در سخت‌ترین شرایط می‌توان مقاوم بود و تحت تأثیر قرار نگرفت، بلکه بر دشمنان هم تأثیر گذاشت و مقاومت آنها را شکست. انشاءالله همه ما بتوانیم سیره زندگی ائمه اطهار علیه السلام را در زندگی شخصی و اجتماعی خود جاری کنیم. در روزهای گذشته روابط خارجی ایران یکی از مهمترین مقاطع تاریخ سیاسی ما را پشت سر گذاشت و موضوع برجام در کانون تماس‌های مفید و سازنده بین‌المللی رئیس جمهور و برخی همتایانش درباره برجام بود. بدون شک برجام بزرگترین اتفاق سیاسی در دهه‌های اخیر و یک دستاورد ملی بوده که هر چند به دلیل آنکه دیوانه‌ای سنگی به شاه انداخت و از برجام خارج شد و انتفاع مردم ما از رفع تحریم‌ها را به تعویق انداخت، اما اطمینان داریم که به زودی این اختلال به پایان خواهد رسید و دولت آمریکا به راه درستی که آن را ترک کرده باز خواهد گشت. برجام نقطه عطفی در تاریخ صلح‌جویی و تدبیر ایران است، جایی که با سرافرازی عزت و حفظ تمامیت ارضی ایران و ضمن نگه داشتن دستاوردهای صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای ما برای پایان دادن به تحریم‌های چند جانبه و مستظهر به قطعنامه‌های شورای امنیت اقدام کرد. بدون این نتایج و دستاوردها، نه ما در موضع برتر اخلاقی و حقوقی بعد از خروج آمریکا از برجام قرار می‌گرفتیم و نه امروز می‌توانستیم با تکیه بر قطعنامه شورای امنیت ملل متحد از حقوق مردم ایران در لغو تحریم‌های غیرقانونی دفاع کنیم. در تداوم این تلاش‌ها و در نتیجه رایزنی‌های وزارت امور خارجه کشورمان، خوشبختانه قطعنامه جدیدی که قرار بود علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی به تصویب برسد نیز کنار گذاشته شد. امروز کشورهای زیادی با حسن نیت در حال تلاش برای اهدای برجام هستند. اطمینان داریم که در آینده نزدیک این هدف محقق خواهد شد، چون تنها راهی است که تأمین کننده صلح در جهان و تضمین کننده منافع همه کشور هاست. برجام یک مسببه قانونی بین المللی است و آمریکا چاره‌ای جز تن دادن به قانون ندارد. از همین جا مجددا به کاخ سفید توصیه می‌کنیم، همانطور که رئیس جمهور بی تدبیر قبلی آمریکا به یک باره از برجام خارج شد، بی قید و شرط به برجام بازگردند و بیشتر از این راه را برای دیپلماسی سخت و پیچیده نکنم. باید یادآوری کنم که در 4 سال گذشته ما راه دیپلماسی را باز نگه داشتیم، نه آنها. و امروز کسی که باید اولین قدم را در راه دیپلماسی بردارد آنها هستند، نه ما. دیروز از